مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. از این سراچه اندوه دور خواهم شد، به سوی میهن دربندم، ترانه‌ای پر از شوق و شور خواهم شد. چه سالها که دلم در هوای خانه دوست، چنان سیاهی شبهای سرد باران بود. به یاد خانه مادر سرود می‌خواندم که سینم پر از جلوه های یاران بود. به بام قله البرز جاودان بودم، خلیج فارس شدم چون که بیکران بودم. سپید رودم و تا پهلوی روان شدم، به صبح کارون با عطر جان جوان شدم. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 16 ماه ژوئیه، جولای 26 تیر ماه. به شما سلام. یه انتخابات ما داشتیم، یه انتخابات اینا داشتن اینجا، یه انتخابات هم اونا دارن اونجا تو آمریکا. آقای ترامپ که با تیری که به گوشش خورد، به نظرم کارش تموم شد دیگه، قدرو برنده می. فقط فکر کنیم یک سانتیلت اون برتر مغز رو ترکونده بود، مثل کندی که گلوله اول تو مغزش زدم. حالا هر کی بود، جوون بود، وابسته بود، نبود، هر چی بود، به نفع ترامپ تموم شد. چرا؟ چون واکنشش در برابر گلوله خیلی واکنش شجاعانه بود. به جای که بپره قایم بشه، ایستاد، مشتش هم برد بالا. فکر میکنم اگر آقای بایدن جای او بود، حبس را قایم شده بود. و بعد تمدن و فرهنگ رو میخوام بگم. دو دشمن که همدیگر رو لطوپار میکنن، وقتی این یکی تیر میخوره، اون یکی به زنگ میزنه، همدردی میکنه، همدلی میکنه، محکوم میکنه این عملیات. چقدر قشنگه. این کاندیداهای انتخاب شده شورای نگهبان همدیگر رو لطوپار کردن. من توی مقالم نوشتم پزشکی اومدن جلیلی رو، طالبان رو لولو کردن تا پزشکیان رو بکنن ببعی تو دلی خوشگل. من کار کردم. خامنه‌ای بازیشو قشنگ انجام داد. قبول کنیم دیگه، حداقل انصاف داشته باشیم که دشمن ما اصول بازی رو از ما بهتر میفهمه. ما حواسمون پرته، هنوز داریم تو سر کله هم میزنیم. من شگفتی زدم آقای اکبر گنجی میاد همسر شاهزاده رضا پهلوی رو میره وسط و تمرکز میده روی اون. چرا؟ مگه ما ارزش برای حریم خصوصی قائل نبودیم؟ مگر ما خواهر و مادر همسایمون برای ما ناموس نبود؟ مگه فکر نمی‌کردیم اگه کسی چپ نگاه کنه به دختر خالمون حالمون بد میشه؟ بد میام حالا میبینیم تو زندگی خصوصی یک فرد، مربی تنیس یا برادر یا هر کی، یا مربی نمیدونم، میام زود میذاریم براش داستان میسازیم. تو رو خدا شرم بکنیم، اخلاق ما به کجا سقوط کرده؟ خمینی موفق شد ما رو آلوده اخلاق خودش کرد. این همه دروغ چسبون به همه ما، حالا ما داریم به هم دیگه میچسبونیم.
45 سال به جان که به یاد ایران خانوم باشیم که تو چنگ دزدان و غارتگران و قاتلانه اومدیم به جون هم افتادیم. بابا این شاهزاده بیچاره چی کار بکنه دیگه؟ چی کار باید بکنه؟ میگه آقا من شاه نیستم. نه اگه شاه نیستی برو کنار. میگه آقا انشالله میای من یه نمادی میشم برای آزادی ایران. نه با جدت رضاخان بوده، رضاخان قلدر، بابات کودتای 28 مرداد. آقا ویل کنی چه گناهی رضا پهلوی داره در این ماجرا؟ 17 سالش بوده انقلاب شده داشته خلبانی دوره میدیده. بابا بس کن، به خدا حال من بد میشه. گاهی اوقات میگم رها کن، ول کن، برو. چقدر آدم باید رنج بکشه این مطالب هچل رو که میخونه؟ یک نازنین بانوی هموطنم اینجاست امروز، آدمی که تمام عمرش درس داد، تلاش کرد، آموزش داد، کار سیاسی کرد، کار روزنامه‌نگاری کرد، درجه یک بود تو هر کاری که انجام داد. و بعد در یک شرایط خاصی کار سیاسی تو بریتانیا رو تا انجمن شهر لندن رفت. الان وزیر بود به طور قطع، به طور قطع حتی بود در کابینه در حزب کارگر. این آدم فروتن، فروتن برادرزاده احسان طبری، امروز کسی است که به این واقعیت رسیده که رضا پهلوی یک ضرورته. اون تو اول از بدین راجبش یه مقدار راجب این انتخابات این سو صحبت کنم، راجب انگلیس اینجا چه خبر شد. براتون نوشته بودم، بودم رفتم دم کلیسای نزدیک خونم رای دادم، خیلی قشنگ رفتم رایم رو دادم. آرام، چقدر زیبا. همسایم کنارم بود، گفت به کی رای میدی؟ با هم صحبت کردیم که چرا و چرا من به این رای میدم. وکیل منتخب اومد در خونم تشکر کرد، کاغذی بهم داد که کاری داشتی با من تماس بگیر. اینقدر قشنگ، اینقدر زیبا. اون وقت حسن علی جعفر وکیل میشه از یالقوزآباد، در عمرش اونجا رو ندیده، متولد دلقوزآباده، اصلا به اونجا هم کاری نده، ولی آقا فرمودن ایشون وکیل بشه. و شما از شاه ایراد میگرفتید؟ حداقل تو مجلس شاه 100 تا آدم حسابی بود. محمد رضا عاملی تهرانی بود، اون بود، عبدالهادی آقایان بود، آدم های خوب بودن. اون شهران طبری عزیزم درود بر تو، ببخشید زیادی حرف زدم. خواهش میکنم، درود بر شما. باز هم مثل همیشه لطف دارین به من و من انقدر که میگید شایسته نیستم به هر حال، ولی خب کارایی کردم. خیلی ممنون، درود به شما، درود به بینندگان عزیز و همکارانتون. شهران، چرا چنین شد؟ چرا حزب کانسرواتیو که با اون قدرت و اقتدار وارد بازی شد؟ خب من یه بار دیگه هم سقوط کانسرواتیو رو دیدیم. وقتی تونی بلر اومد، خب حزب کارگر در یک اشل دیگه قرار گرفت، یک بازی بین‌المللی و انگلیسی و البته اخیراً دم تو عروسی این میلیاردر هندی رفته بود. ولی به هر حال چی شد که حزب کانسرواتیو اینجور ضربه فنی شد؟ آیا فقط ماجرای برگزیت بود؟ مسئله اقتصادی بود؟ چیا بود از دیدتون؟ ببین 14 سال مسائل گوناگون رو هم رو هم رو هم انباش شد و این حزب 5 سال نخست وزیر عوض شدش و خانوم هیچ. ببین اول وقتی کامرون انتخاب شد و بعد از برگزیت استعفا داد، خانوم تریزا می اومدش. تریزا می انتخاب اول نشده بود، در انتخابات نیامده بود، بلکه جانشین شد. برای اینکه وقتی یک نخست وزیر میاد، اگر استعفا بده یا حزب اون رو بیاندازه یا هرچی، تا پایان دورش یک رهبر دیگه میتونه انتخاب کنه که سر جاش باشه. این اتفاق مدام افتاد، اگرچه خانم تریزا می یه انتخابات کرد که به ضررش تموم شد و بعدم آقای جانسون اومد و
توطئه کرد برایشو، یک انتخابات دیگه کرد که با دروغ و فراوان، همون انتخابات مشهور برکسیت بودش که فراوان دروغ گفت به مردم. مسئله ولی برکسیت نبود، شاید مثلا در اون انتخابات اون همه پیروزی به دست نمی آورد، ولی یک بخش عظیمی از جامعه ناراضی بودن از اروپا و شاید به برکسیت رأی میدادن. قبل از اینکه آقای کامرون این همه پرسی رو اعلام بکنه، یه نظرسنجی کرده بودن و نظرسنجی نشون میداد که برکسیت نمیشه، برای همین قمار کرد. و این برای اینکه البته داستانش مفصله، بخوام همه چیزو بگم، تو حزبش اختلاف بود، شکاف بود و غیر و ذلك. ولی مسئله اینه که آقای جانسون با یک انتخابات خیلی خیلی شایان توجه پیروز شدش، به خاطر برکسیت بود. بعد از برکسیت اولا که دیدین، خیلی ها دیدن که اون مخارجی که میخواست اعلان کردن و اون دروغهایی که گفتن ذره ذره معلوم شد که اونا دروغه. خب مردم ناامید شدن ازشون. بعد دروغها رو میگفت و ردیف میکرد. بله. بعد کووید اومد خیلی زود بعد از اون، یعنی اپیدمی کووید اومدش که پندمیک یا هرچی کووید بود، که خب از نظر اقتصادی خیلی مسئله بود. و در اون دوران هم آقای جانسون قراردادهایی دادش به دوستان خودش که خیلی بد بود، یعنی پول کلونی گرفتن برای اینکه لوازم به اصطلاح بهداشتی و حمایتی برای پزشکا و پرستارا، که خلاصه اونا بعد از آب در اومد و اینم یه رسوایی دیگه بودش که باعث شد. بعدم آقای جانسون که به همه مردم اومده بود گفته بود تو خونهاتون بشینین، اگه پدرتون تو بیمارستان داره میمیره نرین اونجا به دیدنش، اگه رفتین مادرتون مرد نرین برای تدفینش. و مثلا شوهر ملکه مرده بود، ملکه تنهایی نشسته بود توی کلیسا و این آقا توی دفتر نخست وزیری مهمونی داده بود. یک عده جمع شدن و مشروب آوردن و حالا مشروب که عیبی نداره ولی تولد گرفت و فلان، این دیگه بی آبروی بزرگی شد. این مجبور شدن اینو بندازنش از کار. ولی وقتی اینو انداختن تریزا می انتخاب شد که اون دیگه یه فاجعه بود. 49 روز بیشتر نخست وزیر نبود، مینی بودجه به اصطلاح کوچیک داده بود که اصلا اقتصاد رو داغون کرد. اون افتاد بعد از خوده. هنوز از 5 سال آقای انتخابات آقای جانسون مونده بود و یه رئیس دیگه انتخاب کردن، آقای ششی سونا، که اونم انتخاب نشد از طرف مردم، از طرف حزبش انتخاب شد. اینا همه، این اتفاق میفته، قبلا هم این اتفاق افتاده و اینا همه باعث شد مردم به شدت از حزب محافظه‌کار عصبانی بشن و در انتخابات 4 ژوئیه 2004 حزب کارگر با یک اکثریت عظیمی برنده شد. یعنی البته اکثریتش تا اندازه بی سابقه بود، ولی تونی بلر با 418 کرسی به دست آورده بود، آقای کیر استارمر 412 کرسی به دست آورد. ولی این مجلس، این انتخابات خیلی جالبه اتفاقا نگاه کردنش. و من بعدش یه نتیجه گیری میخوام بکنم. میخوام اول بگم که چه اتفاقایی افتاد. ببینید محافظه‌کارا اصلا به طرز بی سابقه‌ای در تاریخشون کرسی از دست دادن، 244 کرسی از دست دادن و شدن با 121 کرسی. این بی سابقه بوده. بعد حزب لیبرال دموکرات که یه مقدار از کنسرواتیوا گرفتش 72 تا کرسی به دست آورد، که اینم در تاریخ این حزب سابقش لیبرال بی سابقه بوده. بعد حزب ملی اسکاتلند، اون خیلی مهمه. حزب ملی اسکاتلند در دوره قبلی، ببینید حزب ملی 57 حوزه در اسکاتلنده. از این 57 حوزه 48 تاشو حزب ملی اسکاتلند داشتش. میدونین چند تا آورد این دفعه؟ 9 تا. یعنی رفت همش به حزب کارگر. استقلال طلبان اصلا اوت شد. دقیقاً. و این موضوع باعث شد، این یک مهمه، خیلی مهمه، این باعث شد که مسئله استقلال اسکاتلند
دیگه فراموشی بشه، به فراموشی سپرده بشه تا بعد. یکی و یکی دیگه که خب من وقتی این اتفاق افتاد در 2010 که حزب ملی اسکاتلند این همه کرسی به دست آورد، از کی گرفت؟ از حزب کارگر گرفتش. حزب کارگر در اونجا 47 تا کرسی داشت. من گفتم بعد از این دیگه حزب کارگر هیچ وقت از یک اکثریت بالا برخوردار نمیشه، ولی میبینیم چه جور سیاست تغییر میکنه. البته خب حزب رفرم حزب رفرم یوکی که همون حزب برکسیت بود هیچ وقت نماینده نداشت، اونم 6 تا نماینده، 6 تا فکر کنم 6 تا نماینده بده، آره 6 تا نماینده به دست آورد، نه 5 تا نماینده، 5 تا نماینده به دست آورد که بی سابقه است. و اون نایجل فراج شارلاتان دروغگو، البته بعد این حرف رو بزنم ولی واقعا دروغگوه، آره دروغگوه و عوام فریبه، اون 5 تا کرسی به دست آورد، خودش انتخاب شد از یک حوزه در شرق انگلیس. و حزب شینفین، حزب شینفین اونم یک مسئله مهمیه. حزب شینفین که تا حالا سوگند یاد نمیکرد بیاد تو مجلس بنشینه، میدونین چرا؟ برای اینکه طرفدار استقلال ایرلند بود و طرفدار جمهوری بود، در نتیجه هر وقت کرسی به دست می آورد نمی اومد تو مجلس، صندلیاش خالی بود. این دفعه تصمیم گرفته که این دفعه 7 تا کرسی به دست آورده از حزب یونیونیست یا حزب اتحاد بله ایرلند بیشتر کرسی به دست آورده و حالا گفته که میاد و میخواد بشینه اونجا، که خیلی خیلی تحول بزرگیه. میخوام بگم این دوره در مجلس بریتانیا هر گوشهشو که نگاه میکنین یه تحولی رخ داده. حالا این به ما چی میگه؟ این به ما میگه چقدر نقش مردم مهمه، چقدر رأی مردم مهمه. این که کسایی میگن این دموکراسی دموکراسی نیست و بهش ایراد میگیرند و غیره، باید بیان ببینن که اصلا مردم با اختیار با اون یک دونه رأیی که هر کدوم از ماها داریم چه تغییری میتونن در نقشه سیاسی دولتشون مملکتشون به وجود بیارن. و این خیلی مهمه. حالا ساعت فکر کن پنجشنبه رفتیم رأی دادیم، تو 24 ساعت انگلستان زیر و رو شد. البته این زیر و رو شدن به معنی انقلاب در صندوق رأی، انقلاب در صندوق رأی، نه انقلاب به صورت اینکه آتش زدن، آدم کشتن. البته این رو هم اضافه میکنم، از این حرف میخوام که جمهوری اسلامی سوء استفاده نکنه که فکر کنه انقلاب در علیه جمهوری اسلامی کار غلطیه. شما وقتی مردم رو بهشون رأیشون رو نمیدین که تصمیم بگیرن که کی بر سر کار باشه، اون وقت انقلاب در خیابون میفته به جای اینکه در صندوق رأی بیفته. در دموکراسی انقلاب در صندوق های رأی میفته، در غیر دموکراسی، در جوامع استبدادی انقلاب در خیابون میفته، در کودتا میفته، در به هم زدن دست، برای اینکه مردم سیستم رو قبول ندارن. اینجا سیستم رو قبول دارن. الان بعد از اینکه مجلس تشکیل میشه، حالا من زیادی حرف نزنم، میخواستم تمام این پروسه رو بگم تا بیام بسنم ازت. اگر محبت کنی، خب الان انتخابات شد، برای اینکه مردم بدونن مرحله بعد از انتخابات افتتاح پارلمان جدید توسط پادشاهه. بله درسته، پارلمانی قدیم. بله اون مرحله بگی تا بعد حتما. حالا قبل از اون که اون اتفاق بیفته، هفته گذشته پنجشنبه نماینده های جدید رفتن مجلس، چند تا کار انجام شد قبل از اینکه پادشاه بیاد. مجلس هنوز رسمیت نداره ولی سخنگوی مجلس انتخاب شد که همون آقای لنزی ها هول هستش که قبلا بودش. بعد نماینده ها همه سوگند یاد کردن. و اینم بگم که اینم خیلی مهمه که بگم یه نکته دیگه، که قبلا متن سوگندی که یاد میکردن سال قرن 19850 نمیدونم یک یا سه نوشته شده بود که به خداوند تعالی و به پادشاه سوگند میخورن، ولی سال 98 فکر کنم
یک نوع سوگند دیگه هم گذاشتن که در اون خداوند نبود، یعنی ناخدا باورها هم میتونن سوگند بخورن، اینم یک، ولی هنوز باید سوگند بخورن به پادشاه، به پادشاه یا ملکه وقت. اینم این مراسم که تشکیل شد، حالا روز فکر کنم سه شنبه هستش یا پنج شنبه که 17 هم آره بس که دو روز دیگه مجلس رسما تشکیل میشه و پادشاه شاه چارلز سوم میره به مجلس لردا، در مجلس عوام هم نمیتونی بره، میره به مجلس لردا و در اونجا سخنرانی میکنه. آره سخنرانیش چیه؟ سخنرانیش برنامه حزب کارگر در 5 سال آینده که بر سر کار هستش، یعنی اون کارهایی که میخواد در این مدت بکنه که به مردم قول داده که انتخاب شده بر اثر اونها، اونها رو میده دست پادشاه، برای اون میمیسه، پادشاه اون رو میخونه. و این یکی از چیزایی که این دفعه میخواد بگه، میخوام براتون بگم که یک اون هم یک انقلابه حزب کارگر داره میکنه. الان چند دوره است که نخست وزیرها خواستن یه تغییری تو مجلس لردا بدن، موفق نشدن، ولی این دفعه یک چیزی که دست پادشاه داده آقای کیر استارمر اینه که میخواد مجلس لردها رو اصلاح کنه به این ترتیب که لردای موروسی برن بیرون. عجب جالبه. آره لردای موروسی رو دیگه میذاره کنار، 94 تا هستن فکر کنم از همین دوره. از همین دوره؟ بله از همین دوره. جاشونو کی میگیره؟ دیگه جاشونو کسی میگیره. 774 تا لرد هستش تو مجلس لردا، میخوان اصلا کوچیکش کنن برای اینکه هزینه داره. آقای کیر استارمر یه گلم احتیاج به پول داره برای کاری که میخواد بکنه، کوچیکش میکنه، ولی یک حالا یک امتیازی هم بهشون داده، گفته از این به بعد میتونین که از امکانات مجلس استفاده کنین، یعنی مثلا بیاین رستورانش غذا بخورین، برین توی بارش مثلا دعوت کنین مشروب بخورین یا مثلا دیگران رو ببینین، ولی دیگه لردی که بتونن حقوق بگیر باشن اونجا بشینن نیستن. حالا از این 90 خورده ای 40 فکر کنم 47 تا اینطوراشون هم از کانسرواتیوا هستن، از محافظه‌کارا هستن، در نتیجه تعداد اونا هم کم میشه. خلاصه این یکی از، ولی حدود 30 تا فکر کنم 29 تا یا 30 تا قانون رو میخواد عوض کنه. یکی دیگه از اون قانونایی که میخواد عوض کنه قانون تروریسمه، اونم برای ما و برای بیننده های ایرانی خیلی مهمه، برای اینکه قانون تروریسم 2000 میگه که دولت اجازه نداره که یک دولت دیگه یا سازمان های وابسته به اون دولت رو تحریم بکنه، اجازه نداره. ببین این مسئله بودش که وقتی میخواستیم بگیم که سپاه پاسداران باید تحریم بشه، اینا میگفتن نه قانون اجازه نمیده. آقای کیر استارمر قبل از اینکه انتخاب بشه یک ندایی داد که ما میخوایم سپاه پاسداران رو تحریم بکنیم. بعد که اومدش سر کار قانونا رو نگاه کردن، دیدن قانون اجازه نمیده به این دلیل. حالا گفته یکی از چیزهایی که میخواد عوض کنه قانونه، که قانون اجازه بده که بتونه سپاه پاسداران رو تحریم کنه. از یکی از این 30 تا چیزهایی که دست پادشاه داده، یکیش ترمیم قانون 2000 تروریسمه. حالا چیزهایی دیگه هم هستش. این ماجرای تروریسم رو اشاره کردی، مسئله مهاجرت هم یکی از نکاتی بود که اینجا مورد جدل بود. البته درست. در بریتانیا مثل فرانسه نشد یا آلمان یا بلژیک یا هلند و غیره که اونجور تغییر ایجاد بکنه، یعنی خانم لوپن بیاد تو اون حد بالا و این همه تعداد نماینده، ولی تا چه حد الان اهمیت داره برای جامعه بریتانیا این آدم مسلمانایی که ریختن اینجا؟ این شما برایتون رو میشناسی، شهر توریست بود، شهر دانشجو بود و شهر سالخوردگانی که خونهشون تو لندن میفروختن، میرفتن یه آپارتمان میگرفتن، زن و شوهر با هم قدم میزنن کنار دریا، یه دفعه شهردار اونجا با الاغ میاد وسط با اون قیافه و ریق. چقدر این تاثیر داشت توی رای دهنده انگلیسی؟ خب این هم یکی دیگه از مسائلی بودش که اتفاقا خیلی خوب شد که بهش اشاره کردین، من میخواستم دیگه پرشتونگی نکنم. 6 تا حوزه‌ای که احتمالا دقیقا همشون میتونستن به لیبر رای بدن،
این 6 تا حوزه نماینده های مستقل گذاشتن، یعنی نامزدهای مستقل گذاشتن و برنده شدن. حالا خیلی جاهای دیگه هم نامزدهای مستقل گذاشتن برنده نشدن، یکیشون هم اتفاقا اومده بود و خیلی گلمند بود، ولی 6 تا برنده شدن و اینم یک موضوع بی سابقه دیگه و اینم همین تأثیر مسلمون ها به اصطلاح شهروندهای مسلمون این کشور بود، درستشو بخوام بگم، که اینها به هر حال حق رأی دارن. میدونین که مثلا کسایی که حق رأی دارن تو اینجا در مجلس بایستی که سیتیزن اینجا باشن، با شهروند اینجا باشن، پاسپورت انگلیسی داشته باشن، بدون پاسپورت نمیتونن رأی بدن. در انتخابات محلی اروپایی‌ها میتونستن رأی بدن که پاسپورت نداشتن، ولی برای اینکه عضو اتحادیه اروپا بودن اون موقع، ولی الان باید پاسپورت داشتن. در نتیجه اینا همه پاسپورت دارن در بریتانیا، فقط همینطوری نیست که فقط به اصطلاح مسلمان توریست یا مثلا دانشجو یا غیره باشن. و یه نکته دیگه اینه که در بریتانیا خیلی محله هایی هستش، مناطقی هستش که مسلمان ها خیلی زیاد اونجا هستن، مثل برادفورد، مثل همین برایتون که الان خودتون اشاره کردین، که حالا البته برایتون نماینده مستقل نداشتش، سبزا اونجا دو مرتبه گرفتن که سبزا هم از 1 کرسی به 4 کرسی ارتقا پیدا دادن خودشون رو، ولی این تأثیر گذاشت، درسته. و مسئله جنگ فلسطین و اسرائیل بود، مسئله فقط اسلام به اون معنی نبود، ولی این یک زنگ خطری بود برای سیاست در اینجا که در یک انتخاباتی که مربوط به این مملکته، سیاست خارجی که فقط مربوط به یک نقطه است تأثیرگذار شده. این خیلی چیز نادرستیه. ببینید سیاست خارجی در انتخابات تأثیرگذار میشه، ولی کل سیاست خارجی یک کشور، یعنی اون به اصطلاح نقشه سیاست خارجیه که تأثیر گذار میشه، نه اینکه یک جنگ بین دو تا جا بیاد تأثیر گذار باشه. این خودش یه زنگ خطریه. حالا آیا این در مهاجرت تأثیر داره یا نداره؟ این حرفی نیست که من بتونم به طور رسمی بتونم بگم این حرف رو. هیچ کس این رو نمیگه، هیچ کس نمیگه که ما از این به بعد مثلا مسلمان ها رو ویجیم میکنیم برای مهاجرت، نه نمیگن این حرف رو. ولی کاری که بریتانیا میکنه معمولا که متفاوت با فرانسه، همونطور که خودتون گفتین، اونا خیلی خیلی تند به مسائل برخورد میکنن. انگلیس ها خودتون بهتر میدونین خیلی با ملایمت با پنبه سر میبرن ولی اینم نیستش. ولی واقعا کاری که میکنن آگاهی ایجاد میکنن، میبینن که کجا خراب شده، کجا راه نادرست رفته، شروع میکنن آموزش، شروع میکنن کارهای مدنی کردن، شروع میکنن با جامعه تعامل پیدا کردن. و این تعامل برای نرم کردنه گوشه های سخت سیاست کار بسیار خوبیه به نظر من، و انگلیس ها ماهرن در این کار، واقعا ماهر هستن. یک نقطه دیگه به نظر من میرسه که قابل تأمل، انگلستان به خاطر اون سابقه مستعمراتیش و تعاملش با سکنه مستعمرات که به اینجا آمدن، اون مهاجرت بزرگ دهه 50 و آسیایی ها که ایدی امین بیرونشون کرد، یا از کنیا اومدن، از آفریقای جنوبی اومدن، در حال تعاملش با خارجی ها تعامل متفاوتی است از کشورهای دیگه. درست. این همه رستوران از منگولیا گرفته تا نمیدونم تبت تا ایرانی تا جای دیگه همه اینجا هست، و خود این طعم غذاشون ذائقهشون عوض شده. یعنی شما انگلیسی مشتری رستوران های ایرانیه، رستوران های هندیه، شما اینو جای دیگه انقدر نمیبینید. ولی یه نکته که میخواستم ازت بپرسم، در بیشتر کشورهایی که تعداد ایرانی ها خیلی کمتر از اینجا، ایرانی ها مجلس رفتن، تو نروژ رئیس پارلمان شده، تو آلمان، توی هلند، بلژیک، اینا مثلا دریا دوستمون دریا صفایی
چرا اینجا نیست؟ چرا اینجا ما نمیبینیم یک ایرانی من من فکر میکنم یک دلیلش این هست که ایرانیایی که به اینجا اومدن که مثلا توانایی های علمی یا توانایی های دیگه داشتن نرفتن تو سیاست، پذیرفته شدن خیلی راحت. مثلا شما ببینید، خود من یکی از نقشه هام این بود که برم به دانشگاه، تدریس دانشگاهی برم. البته یه مقداری مسائلی پیش اومد و زندگی و غیر و زاله که چون وقتی رفتم بعد از انقلاب رفتم ایران، هنوز دکترامو تموم نکرده بودم و نتونستم برم به دانشگاه در اینجا بدون دکترا. این بود که رفتم مثلا دنبال کار رسانه و برای مدت به هر حال، و بعدم که رفتم، ولی اکثر دوستان من رفتن توی دانشگاه، یا اینکه اونایی که دوستان من نبودن یا مثل من نبودن رفتن تو کار بیزنس و موفق شدن. ما در اینجا ایرونیای بیزنسمن فوق العاده موفقی داریم و ایرونیا قابلیت در بیزنس، قابلیت پیشرفتشون فوق العاده است و نرفتن تو سیاست به این دلیل. خود من خب رفتم تو سیاست، شاید من اولین کسی بودم که با به اصطلاح هویت ایرانی بریتانیایی رفتم یکی دو نفر دیگه بودن که با اسم همسرشون که انگلیسی باشه به نام با اسم انگلیسی رفتن در اونجا، بعد هم انتخاب نشدن و اومدن بیرون. ولی من با اون رفت با اسم خودم رفتم و همیشه گفتم من ایرانی بریتانیایی هستم و حتی اون سخنرانی اولیم رو که کردم گفتم خانه مادری من ایرانه و با بریتانیا ازدواج کردم. این به اصطلاح یک چیزی بود که بله، این البته گفته من نیست، این حرف ناباکوفه که میگه مهاجر خانه مادریش اونجاییه که دنیا آمده و بزرگ شده، خانه‌ای که مهاجرت میکنه خانه ازدواجشه. حالا من دوباره برگشتم به خانه مادریم بیشتر. خانم تبلی عزیزم، ما یه درنگ کوتاهی میکنیم، دوباره برمیگردیم خدمتت، یه خودم به خانه مادری برسیم یا خانه پدر در خدمتتونیم، با ما باشیم. دوباره میشنوم، احساس میکنم یک بانوی آزاده لبنانی که عاشقشم اصلا در جهان عرب، اینطور از وطن، دفاع، آزادی سخن میگه. امیدوارم واقعا هنرمندان و سلبریتی های ما هم در این حالت، یعنی این، البته یه فرقی که هست، لبنانی ها استقلالشون از دست دادن، حزب الشیطان مسلط شده بر اونجا، ولایت فقیه در دانشگاه آمریکای بیروت به جای صدای فیروز نوحه خامنه ای پخش میشه. اینا خب آزار دهنده، ولی لبنانی یاد گرفته که وطنش رو پس بگیره. ما باید همین رو یاد بگیریم. وطن ما در اشغاله. طایفه ای که از مغولان بدتر و آدم کشترن و سیاه‌تر از اونایی که اومدن امپراتوری ساسانی رو برانداختن. بنابراین وطن رو باید پس گرفت. خانم تبری عزیز، انتخاباتی که برگزار شد در ایران، حالا با این چیزایی که راجع به انگلیس گفتی، بسیار ممنونم ازت. کمتر کسی این دانش رو داشت که تجربه هم کرده بود. انتخابات ایران چجوری دیدی؟ چه برداشتی داشتی؟ خامنه کلک زد به همه، حتی با آدمای خودش قردشون کرد، قالیباف، لاریجانی و جلیلی و غیره. شما چه برداشتی از این انتخابات داشتی؟ من اولا این رو انتخابات نمیدونم، این انتخابات نیست، این یک بازیه که جمهوری اسلامی اختراع کرده و به اسم انتخابات سالیان سال، 30 سال مردم رو فریب داده و مردم این بار دیگه فریبش رو نخوردن و نیومدن پای صندوق. فقط کسانی اومدن پای صندوق که همون، حالا من نمیگم که همشون مزدور و به اصطلاح پول بگیر هستن، ولی یه عده‌شون هم هستن که معتقدن، اما تعدادشون اصلا واقعا
واقعا قابل ملاحظه نیستش. حالا حتی بگیم اگر که 7% 8% باشن در 85 میلیون جمعیت، خب اصلا این انتخابات نمیتونه باشه. دکتر خانم تولی 65 میلیون حق رأی داشتن. بله. مکسیموم 15 میلیون رأی دادن. بله. یعنی شما 50 میلیون ایستادن بیرون. بله. خیلی رقم مهمیه. خیلی این یک نه به مردم، یک نه به نظام جمهوری اسلامی گفتن. این برای اینکه صندوق رأی رو نداشتن. صندوق رأی همونطور که در قسمت قبلی برنامه گفتم، صندوق رأی در این کشورهای دموکراتیک متعلق به مردمه. صندوق رأی در کشوری مثل جمهوری اسلامی متعلق به رهبر و اون دسته کوچیکیه که از رهبر محافظت میکنه. و یه عده‌ای که حالا برای مدتی مردم گول خوردن دیگه، میدونین زمان خاتمی 70% مردم اومدن رأی دادن، ولی امیدوار بودن که تغییری به وجود بیاد. امیدوار بودن که یک، حالا مثلا خیلی ها میگفتن که ممکنه خاتمی گورباچوف ایران باشه، اصلا نظام عوض بشه. بگذاریم. بعد از سالهای سال، بعد از 45 سال، مردم فهمیدن که این یک دروغ بزرگه و دیگه پای صندوق رأی نیومدن. در نتیجه این برای همه، برای اکثریت مردم ایران مسجل شد که انتخاباتی در ایران وجود نداره. این یک برنامه ای از طرف حزب، از طرف هیئت حاکمه قاسب که مردم رو به اصطلاح به گروگان گرفته، ایران رو به گروگان گرفته، مملکت ما رو، و با زور اسلحه و قتل و کشتار و یک مشت جنایتکاری که به جان مردم میندازه مرعوب کرده و ترس و وحشت ایجاد میکنه. در نتیجه این دیگه اسمش چجور میتونید انتخابات بگید؟ این انتخابات اسمش. این نکته اول. نکته دوم این که در دو آقای خامنه ای ترجیح داد به نظر من تا روز قبل از بیرون آمدن، این رو توی برنامه تلویزیون اینترنشنال هم گفتم، تا روز قبل از انتخابات، انتخابات بشه، نتیجه معلوم بشه، من فکر میکردم جلیلی انتخاب میشه، چون جلیلی انتخاب خامنه ای بودش. بعد از دور اول که اینقدر به اصطلاح کم اومدن شرکت کردن، خامنه‌ای ترسید. ترسید که این موضوع به اصطلاح در بین، نه از مردم ایران، از مردم ایران نترسید اونقدر. از مردم ایران یه موقع دیگه ترسیده بود. ترسش از جامعه بین‌المللی و نیابتیاشه. چون به نیابتیاش میخواد بگه که من مشروعیت دارم. و وقتی بهش نیومدن رای بدن، در نتیجه مشروعیتش زیر سوال رفتش. به این خاطر برای اینکه این رو تغییر بده، رفت با من اون وقت تازه، یعنی بعد از دور اول میباست میخوندم میدیدم، ولی همون روز آخر شروع کردم به خوندن و گوش کردن به حرفای دیگران و دیدم که ای جالبه آقای پزشکیان میشه. و تو تلویزیونم گفتم قبل از اینکه در بیاد اسمش، گفتم الان من فکر میکنم دیگه پزشکیان انتخاب میشه. برای اینکه رفتن خودشون گفتن، رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلب، الان اسمش نمیدونم کی چیه، یعنی نه اینکه داستان یادم نیست چیه، ولی گوش کردم، حرفاشو گوش کردم، خودش گفتش که ما داریم میریم صحبت کنیم با رهبری، داریم میریم صحبت کنیم بگیم که ما میتونیم چه کارهایی بکنیم، یعنی ما چجوری میتونیم که این چیز رو به اصطلاح این میزان مشارکت رو یه خورده ببریم بالا که این آبروی رفته شما تا اندازه حفظ بشه. البته اینم میدونیم که خیلی از این آمارایی که میدن مهندسی شده است، اینا که آمارای درست نیست. حتی اگرم اینم بگم، حتی اگر یه موقعی آمار درست بدن، چون این دولت نهادش اصلا با دروغ و با تقلبه، هیچکی باور نمیکنه. این در نتیجه من به قریب به یقین فکر میکنم که این نتایج هم حتی دروغه، ولی سعی کرد که این کار رو بکنه و فعلا پزشکیان مثلا، حالا این آقای پزشکیان در طول انتخابات کمپینای انتخاباتی، مبارزات انتخاباتی، من یه دفعه همینطور اتفاقی گوش میکردم، گفتش من ذوب در رهبری هستم، ذوب در رهبری. تو آدمی که ذوب در رهبری هستی، تو دیگه شخصیت نداری، تو دیگه خودت آدم نیستی که بخوای کاری بکنی. هر چه قدم آدم خوبی باشی، تو توانایی کاری نداری. خانم تبدی بعدم گفت من اسمم
اگه رهبر نبود اسمم از تو صندوق در نمی آمد. این مسخره تر. نه خاتمی و نه روحانی هیچ کدوم نگفتن ما ذوب در رهبری هستیم. بله. نگفتن اگر آقا نبود ما انتخاب نمی شدیم. درسته. آقای پزشکیان تعبیر و تفسیری که من ازش دارم این بود که یه ببعی آوردن به صحنه، اون طرف هم یه گرگ گذاشتن. بهش میگن آقا این ببع ضعیف ببعی رو دوست داری یا اون دندونای گرگ رو؟ بله بله، این حرف درستیه. درست خامنه ای صحنه ای چی؟ دیو در برابر فرشته. حالا درست. نگاه مردم فرشته نیست. کسی که میگه من قبل از خمینی حجاب رو برقرار کردم توی دانشگاه و بیمارستان، بله بیمارستان، کسی که از جنبش زنان ایران حمایت نمی کنه و در جریان حجاب اجباری اون طرف می ایسته، خب این نمیتونه نماینده حتی اصلاح طلب ها باشه. بله. نه موسوی، نه خانم رهنورد، نه آقای تاجزاده، هیچ کدوم اینا رأی ندادن، نه سروش نه بقیه، و رد کردن این آدم. اما به هر حال این آقا شده رئیس جمهور. به ریاست آقای محمد جواد ظریف نشسته، وزرا رو انتخاب میکنه. برای هر وزارتخونه 6 نفر رو به آقای خامنه ای میدن که ایشون یکیشون رو انتخاب بکنه. اینم میزان آزادی آقای پزشکیان. آیا شما فکر میکنید که اونایی که فکر کردن همین تو لندن خودمون جای دیگه، بله بله، این آدم شاید یه روزنه ای باز کنه که یه ذره هوا بیشتر بیاد، یا هندوانه قیمتش مثلا نره بالا، یا گوشت همینقدر بمونه، آیا فکر میکنید که اینها نومید خواهند شد؟ یعنی اینها هم به اون حد اقل اقل اقلی که امیدوارن نخواهند رسید؟ ببین، من فکر میکنم که با وضعیتی که ایران داره و یعنی جمهوری اسلامی داره و دخالتش در این مسئله تروریسم در منطقه و گسترش تروریسم در منطقه، از چشم جهانیان نمیتونه به هیچ عنوان هیچ امتیازی کسب بکنه. آقای پزشکیان اولین کاری که کردهش یکی نامه نوشت به نصرالله، اصلا نصرالله گفت ما در برابر اسرائیل میستیم دو غیر اوزاله، که از این حرفای توخالی. یه نامه هم نوشت به آقای پوتین، یا خبر داد یا نامه نوشت بسید که به اون که ما اون قراردادی رو که قرار بود با شما امضا کنیم 100% امضا میکنیم و ما طرف شما هستیم. آقای حالا روز بعد از انتخابات هم روزنامه کیهان که خب سخنگوی آقای خامنه ایه، یه سرمقاله ای نوشتش که مضمونش این بود که شما فکر نکنید که میتونید از راه رئیسی جور دیگه ای برید، یعنی همون، و گفتم که مسئله روس و چین و اتحاد با اونها خیلی مهمه. اخیراً هم که دیدین که آقای بلر یه مصاحبه کرده بود، نمیدونم دیدین یا نه، یه مصاحبه مفصلی با نیوزدایت کرده بود که گفتش که من خیلی اصلا نمیدونین چقدر واقعا رنجاور بود، رژیم جمهوری اسلامی حرفی نزد، ولی در تمام صحبتش بعد از این داستان ناتو بود، سران جلسه سران ناتو که با بلر مصاحبه کردن، که گفتش که ما در برابر یک دشمن خیلی خیلی بزرگی قرار داریم و اون اتحاد روسیه و چین و ایران و کره شمالیه. من اصلا وقتی هر دفعه اینا اسم ایرانو میارن و باور کنین اصلا اشکم در میادش که این ایران نیستن، اینا نگین ایران، ولی به هر حال میگن ایران دیگه، نمیتونن چیز دیگه ای بگن، ولی اینطوری هستش. نگاه غرب به جمهوری اسلامی تغییر نکرده، و تا جایی که نگاه غرب به جمهوری اسلامی تغییر نکرده باشه، تحریم ها برداشته نمیشه. تا وقتی که تحریم ها برداشته نشه، همینطور ارز بالا میره. تا وقتی که ارز بالا میره، قیمت ها بالا میره. میدونید، بنابراین من اصلا نمیدونم با چه منطقی، با چه چیزی به مردم میدونید. کاش که فقط کسانی بودن که آدم هایی بودن که شما فکر میکردین خب آدم های معصومی هستن، دنبال کار و روزمره شون هستن، دنبال یه لقمه نون هستن، میتونن گول بخورن دو مرتبه. ولی من کسانی رو میشناسم، استاد دانشگاه هستن در همین مملکت،
که این حرفا رو میزنن، که این حرفا رو میزنن. میگین گنجی، گنجی هم یکی از هموناست. بعد صحبتتون گفتین حالا خیلی دلش میخواست استاد دانشگاه باشه ولی نیستش، ولی یک آدمیه که نمیدونم چه اسمی بذارم که توهینی نباشه، ولی واقعا شرم‌آوره. به نظر من شرم‌آوره که تئوریسین جمهوری اسلامی بشین. تئوریسین جمهوری است و متوجه نیستن که با تئوریسین شدن جمهوری اسلامی تئوریسین پوتینن، تئوریسین کره شمالی و چین هستن. این البته چین زرنگتر از این حرف هست. حتی جمهوری اسلامی حرف رو نمیزن. بله. حتی جمهوری اسلامی، چون میدونه چقدر اثر بدی در ایران داره. خانواده ایران خیلی محترمه، به هر قیمتی شده انسان میخواد این حریم خانوادهش حفظ بشه. شما میری تو حریم خانواده به همسر شاهزاده رضا پهلوی اتهام میزنی، خیلی بده. بله بله بسیار. دگی رو به اونجا شرم‌آوره. شرم‌آوره. و بعد هم نشون دهنده اینه که این آدم هیچ گونه درکی از مسئله زن نداره. شما به هیچ عنوان اجازه ندارید تهمت بزنید به یه زنی به خاطر مسائلی که همین خودش عنوان کرده. به هیچ وجه اجازه ندارید. این یک جور میسوجنیزمه. میسوجنیزم یعنی زن ستیزی. و این یه نوع میسوجنیزمه که در میدونی خمیره این آدمای اینطور مثل آقای گنجی هستش. من واقعا متاسفم، چون وقتی اومده بود لندن من خیلی همراهی کردم باهاش، که به هر حال یه زندانی بوده شو آمده بود و مخالف جمهوری اسلامی بود، ولی خیلی متاسفم براش که اینقدر. من هیچ چیزی ندارم، ایرادی ندارم اگر مخالف جمهوری اسلامی باشه، مخالف ببخشید شاهزاده باشه، هیچ ایرادی نمیبینم بهش. جمهوری خواه هستی، جمهوری خواه باش، ولی رفتارهایی که اینها میکنن رفتار یک جمهوری خواه محترم نیست. میدونین شما میتونید که جمهوری خواه باشید ولی با احترام، با دموکراتیک به یک موضوع برخورد کنید. قبول کنید که یک بخشی از جامعه ایران، یک بخش مهمی از جامعه ایران پادشاهی خواهه. بعضی هاشون هم آدم های مورد پسند من نیستن، میدونید، ولی شما احترام میگذارید برای، اگر دموکرات هستید برای عقیده دیگران احترام میگذارید. هیچ وقت شما شنیدید از شاهزاده که بیاد به یه جمهوری خواه فوش بده هیچ. یا بد بگه هیچ. یا هیچ وقت. حالا به هر داستانیه شاهزاده رو حالا اینم باید مردی اخلاقمند میدونم، به اخلاق و به عادات سنن اون زیبایی های زندگی ایرانی احترام میگذاره. خارج بوده ولی این خیلی اصلا زیبا. اون مسئله ای که میفرمایید آقای نوریزاده، دکتر نوریزاده، مسائل بین المللیه، یونیورساله. شما در دموکراسی تمام، شما در بنیانگذاران آمریکا از کوروش کبیر یا گفتن یاد گرفتن. میدونین ما چیزایی داشتیم که فقط خاص ما نیست، الان موازین یونیورسال شده، جهانی شده به اصطلاح، میدونین یعنی اخلاق جهانی شده. این بی احترامی که این نسلی، نسل واقعا نمیدونم دست پرورده جمهوری اسلامی هستند، چی هستند که اینطور. امیدوارم این یه سوء تفاهم یا خطای تقدیر و تعبیر باشه. ممنونم از خانم طبری عزیز، مثل همیشه بنده که بسیار استفاده کردم و مطمئنم بینندگان ما هم از تحلیل و تفسیر و دانش شما بهره بسیار بردن. من واقعا به خانم طبری احترام بسیار قائلم. او در این نشون داد عاشق ایرانه و برای به دست آوردن آزادی مبارزه میکنه، تن به خطر میده و آرزو میکنم هرچه بیشتر از او بخوانیم و بشنویم. سپاس از شما و بینندگانتون و اوقات خوشی داشته باشید و همکارانتون. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره بر افراشته. علیرضا نوریزاده به اتفاق خانم شهران طبری تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.